ما درود و سلام خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو افسا جدید خوش اومدید. سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. امشب موضوعی که در برنامه ما شما در میون می‌ذاریم، موضوع اثر انتخابات آمریکا بر وضعیت ایران است. همانطور که می‌دونید، اخیراً انتخابات آمریکا را بر وضع ایران بدونم و همچنین بعد از انتخابات پیش بینی شما از این انتخابات بود. از دای انتخابات آمریکا چه خواهد میکروفون در اختیار شماست. و یادآوری کنم شما عزیز؟ این گفتگو از طریق اینستاگرام آقای بنده ارز کنم که در رابطه میان کشورها زابطه که به کار گرفته می شود این است اگر دو کشور دو تا ساختار داشته باشند متفاوت یکی پیشرفته یکی عقب مانده مثلا یکی صنعتی یکی مونده در کشاورزی سنتی و حجمشون هم نابرابر باشد اونی که بزرگتر است ساختار پیشرفته تری دارد در معامله و مبادله کالاها و خدمات در دقیق تر بگیم نیروهای محرکه نقش مسلط رو بازی میکنه برای اینکه دریافت میکنه اونی که ضعیفتره میده از دست میده خب حالا از این دید که نگاه کنیم رژیم پهلوی و جانشینش رژیم ملاتاریا به عنوان در رابطه با امریکا و غرب از لحاظ ساختار که خیلی عقب موندن تر است از لحاظ حجم که اصلا مقایسه مثلا یک یکی دو گرمه و هزاران تون بلکه بیشتر هن هنوز من این مقایسه که می‌کنم هنوز به اصطلاح نیست. خب، بعدی که در این هیچ کار هم نکنن و اصلا هیچ امریکا قصد سلطه سیاسی بر ایران نداشته باشد و سلطه فرهنگ و اینا هسته، فقط همین معامله بخوان بکنن. او مسلطه میگیره این زیر سلطه میده حالا، با گروگانگیری یه رابطه برقرار شده اون رابطه این است که این استبدادی که در کشور بازسازی شد در خلق بازسازی نشد یک ملتی که انقلاب نکرد برای اینکه استبدادی رو برداره جاش استبداد دیگری بگذاره <clears throat> یک آدم های بی اطلاعی که حالا از مرزم پیدا کرده باشن یا نه خدا دارد از راه نادانی تصور بکنن که این انقلاب فکر راهنما نداشته یا فکر راهنمای متحجر داشته یا اصلا می دان، نمی دانسته چرا نمی خواهد نمی دانسته چرا می خواهد این از راه نادانی یا قرازه اصول راهنمای انقلاب ایران مشخص معلوم اون وقت که این اصول اظهار شد این دنیا چی ترقی کرد از اون اصول گفت اینا عقب مانده است واپس مونده است تهجره استقلال و آزادی رو گفت تحجره حقوق انسان رو گفت تحجره و راویت جمهور مردم تحجره اینا که نگفت که حتی به این آقای خمینی لقب اونم که مجله چپ فرانسه نوبل ابزرواتور لقب آیت الله دی داد خب حالا ما با اون ساختاری که توضیح دادم رفتیم به ایران اگه اون ساختار حفظ میکردیم و ما زیر سلطه بودیم یعنی ما باید میدادیم یا امریکا هم میخورد ما میدادیم اروپا میخورد چاره دیگه هم نبود دیگه مبادله هست دیگه پس باید دوره تغییر میدادیم اینکه سند امریکایی میگوید افکار بنی اقتصادی بنی خطرناک بوده است این به لحاظ محتوای اون افکار این بنیشت مت... این نظریه سلطه اون وقت تدوین کرده بود پویاییهاش هاش شناسایی کرده بود پس میدانست که راهکاری باید در پیش گرفت که ما در این رابطه اینا برابر قرار نگیریم پس میگفت خطرناکه برای اینکه میخواد تولید نفت پایین بیاره قیمت نفت بالا ببره اقتصاد کشور رو تولید محور بکنی یعنی چه؟ یعنی اون نیروهای محرکی که در مبادله ما میدهیم اونها میستانند اونها رو در اقتصاد ایران به کار بگیره اینه بر قضیه بود و این نباید میشد حالا چگونه ممکنی بود که این نشود این باید استبداد بازسازی میشد این رژیم در عین حالی که امریکا چهل و دو ساله از گروگانگیری به این طرف از وجود این رژیم سوء استفاده میکند در خورده برد در منطقه یک قدرت در حال انحلال امریکا اگه ما درست عمل کرده بودیم الان هیچ یا از منطقه در تحت سلطه امریکا نمونده بود خب چه کار کردن اینجور شد نگاه بکنیم ما استعدادهای ایرانی اینای که درس میخونن با خرج مردم ایران اینا کجا میرن؟ درس خونده های امریکایی میان ایران؟ درس خونده های اروپایی میان ایران؟ نه درس خونده های ایرانی میرن امریکا میرن اروپا یا جاهای دیگه بیشتر امریکا حالا یه مقدار شاید این وضعیت که امریکا پیدا کرده جاذبه کشورهای دیگه بیشتر شده باشه ولی به حال تا این زمان بیشتر میرن امریکا پس یک نیروی محرکه نیروی محرکه ساز که انسان است انسان درس آموخته این میره امریکا ما نفت خام و منابع کانی از کشورهای دیگه وارد میکنیم و اینها رو در اقتصاد خودمون به کار میگیریم و ارزش افزوده تولید میکنیم نه ما صادر میکنیم این هم که میره این سپول که از بابت صادرات نفت و و و, و گیر ما ایران میاد اینا کجا میره اینا میاد اون چرا هم که می شود در درون تبدیل کرد به نقد و بر خود افزود می افزاید اونم میره به خارج امیده در این مدت ده سال اخیر صد میلیارد پول رفته دلار. این هم که بس میره خب این از سودش به کی میرسه اون مافیاهای های نظامی مالی اون طبقه جدید این نو دو... کیسه ها و نو دولتان پس اینها سود دارن در تحریم برای که این خورد و از اون محله رانت دیگه خب این قیمت هایی که به اینجوری سیخکی میره بالا پول این به جیب کی میرود پس نوع سود دارن در این ماجرا ولا هیچ دولت عاقلی نمیاد وقتی این ساختار نابرابر حجم نابرابر به قول مقام فراهانی اون زمان فتلی شا صحبت جنگ ایران عراق بوده صحبت که مشورت میکرده فتلی که به جنگیم یا نجنگیم ورسیده بود قایمقام که دولت روسیه چقدر مالیات می‌سزدن گفتو زن 60 میلیارد 60 کرور اون کرور اون زمان یعنی 500000 تومان گفتو خب ما چقدر مالیات می‌سزنیم گفتم زن 6 کرور گفتو خب 6 کرور با 6 کرور جنگه. به جنگی خوش کس میخوره این اون گوش نداد جنگید و این شد ترکمنچه هایی به این بله ها سر ایران آمد خب حالا که ما یه قرن جلوییم که خیلی بیشتر از یه قرن جلویم. هنوز این ملاتاریا نباید بفهمه به اینکه که با ساختار متفاوت و حجم نابرابر زنگیدن یعنی نیروهای محرکه رو تخریب کردن و صادر کردن خوب میفهمه اینو اما این موقعیتش و استبدادش و خرد و از همین رابطه دارن پس علل اصل برای اونهایی که خورد و برد دارند، دیدم این روزنامه جمهوری اسلامی هم همین نوشته بود اونا سودشون این است که آقای ترامپ پیروز بشه و این ماجرا ادامه پیدا کنه اونا کیسه هاشون رو پر حالا مردم ایران به روز سیاه نشستن و بدتر می شود اونا که که نمی, جم... نمی تا وقتی که این ملت رو می شود فعل پذیر نگه داشت مهار کرد خب باید دوشید سهم شیر رو اون که با سلطه می بره اینا هم یه سهمی بهشون میرسه میشن می میلیاردر به اسطلاح به قول خودشون آنچنانی میسازن و پولهاشون رو از کشور خارج میکنن در کشورهای مختلف اصطلاح از خطر حفظ کنه خب حالا بیایم ببینیم که آیا در رژیم کسانی هم هستن که از شکست آقای ترامپ خوششون بیاد بله هستن اونایی هستن که اگر آقای با ترامپ پیروز بشود موقعیتی هم که الان دارن در خطر میفته احتمالا این هم را دست بدهن خصوص اینکه این قضیه جانشینی این آقای خامنه هم هست و اونا میخوان که این جانشینی بدون هر گونه خطر انجام بگیره پس اونا مایره حالا اما از لحاظ مردم ایران به قضیه نگاه کنیم چه چیز فرق میکنه فرض کنیم که این آقای ترامپ شکست خورد و آقای بایدن شد رئیس جمهور رو و دیگه شرط شروط جدیدی هم نخواست و برگشت به اون قرارداد وین شده و از هم برداشت یه حد اکثر اینه دیگه حالی که این حد اکثر زیادی خوشبینانه است به لحاظ اینکه این آدم یعنی آقای ترامپ وضعیت ایجاد کرده که او بخواد بدون شرط و شروط برگرده به اون قرار داد تو جامعه امریکایی اقشه میچسبن که او یه چیزی داشت به دست می آورد تو از دست دادی ناچار شرط و شروط خواهد داشت حالا فرض کنیم نه نخواهد داشت اون رابطه که گفتم تحریم ها هم برداشتن ما این با این ساختار اقتصادی با این دولت استبدادی که خود این امر می که می اگر بایدن پیروز بشود چه خواهد شد یعنی ما احتیاج به صادرات نفت داریم دیگه یعنی باید ثروت سر ملی رو صادر کنیم و از محل او زندگی کنیم چون اینجوره میگیم بایدن بشود بهتر است پس از لحاظ صادر کردن نیروهای محرکه فرض این از که آقای بایدن بیاد بله این کار عملی خواهد شد خب تو اون ساختار نابرابر حجم بزرگی نابرابر طبق اون قانون که گفتم نیروهای محرکه از ایران به غرب ادامه پیدا میکنه حالا چون تحریم ها رو برمیدارن چین و روس هم بیشتر اونا هم که این مقدار تحریم هنوز مانه اونا هم برداشته میشه و اونا هم بیشتر میده چی میاد جاش؟ چون شما ایرانی از خودتون بباشونه چی میاد جاش؟ سرمایه میاد نه کالا میاد چه کالایی؟ اون کالاهایی که جیبه های وارد کننده ها رو بیشتر پر کنه چنان که قبلا همینجور بود دیگه وقتی که اون قرارداد وین رو امضا کردن هشدار دادم همون زمان که مردم ایران گمان نکنید این پولایی که از توقیف خارج می شود و تحریم برداشته می شود و نفت صادر می شود ایران می شود بهشت ایران محتاج تغییر ساختار اقتصاد محتاج تغییر ساختار دولت محتاج ایجاد زیربناهای متناسب با اقتصاد تولید محوره محتاج حق شدن شما ایرانیان است به ترتیبی که منظرت پیدا کنید این تولید همچه خیال نکنید که یه چیزیش که یه کارخانه اونجا میزنید و یه موادی میریزید توش از دو طرف کالا میده بیرون و قدرام مثلا حل شد نه یک تو دو اقتصاد تولید محور یک جامعه حقوند میتلود باید انسان ها منزلت داشته باشن ولی خود سرمایه و نیروهای محرکه نمیرن به طرف تولید باید دولتی داشته باشه حقوق مدار که اگر از حق و حقوق پاش بیرون گذشت بشه یقش چسبید یک رژیم استبدادی که اختیار میگه آقا شما بخواهید در این حالا بردن قانون مجلس که این کسی که نامزد ریاست جمهوری میشه از این به بعد باید بره جلو شورای نگهبان امتحان بده که این اولا زوب در ولایت مطلقه فقیه ثانیا اگه کسی استدلال کرد بر بطلان ولا... ولایت فقیه بتونه جوابشم بده برنامهشم باید شورای انقلاب تصویب کنه خب این ساختار این ساختار دولت این طرز فکر اون متعجر اینه اینکه جز اصول راهنمای انقلاب نبود این بعد پیدا شد چرا پیدا شد چه عواملی کتاب انقلاب مراجعه کنید دقیق توضیح میده این چگونه پیدا شد چگونه حاکم شد اون عواملی که استبداد از استبداد فعلوی بر مونده بودن روابطشون رو با اون مسلدت خارجی داشتن اونا آتش بیار معرکه شدن این فکر رو اونها تبلیغ کردن و الغا کردن حالا پس به این درتیب متوجه می شوید که تغییره رئیس جمهور در امریکا تا وقتی شما مردم ایران در اقتصاد مصرف و رانت زندگی میکنید یک استبدادی دارید با یک شخصی که گویا ولایت مطلقه بر شما دارد و این ولایت مطلقه زور و فساد ذاتیشه آقای شورای نگهبان بفرمایید جواب بده من بر این صد میگویم این ولایت مطلقه فقیر زور و فساد ذاتی چون ولایت مطلقه یعنی اعمال زور زور رو نمیشود بدون فساد اعمال کرد خب وقتی یه رژیمی که در ریشش در ذاتش فساد و زور هست شما در امریکا میخواید راه حل پیدا کنید بحث کنید بابا خیلی به خودتون بنگرید شما برای اینکه بیگانه در زندگی شما مردم اثر نداشته باشد باید استقلال و آزادی داشته باشید یعنی چه؟ یعنی ساختاری داشته باشه اقتصاد شما دولت شما جامعه شما نظام اجتماعی داشته باشه که حد مقدور نیازمند مبادله با اون قدرتی که حجمش بزرگتره ساختارش پیشرفته تره نداشته باشی بتونی این نیروهای محرکه رو در درون جامعه خودت فعال کنی روش کنی نیرومند بشی اون وقت نیرومند شدی متناسب با جمعیت ساختار باز پیدا کرده نظام اجتماعی باز پیدا کردی یعنی نظامی پیدا کردی که رابطه ها رو حقوق تنظیم می کنند و نیروهای محرکه انسانهای با استعداد و با مهارت سرمایه ها، نفت، گاز، مواد مردنی اینا همه در اقتصاد ایران فعال می شوند به نسبت جمعیت و سرزمین احتمالاً نیرومندتر میشی از اون یکی و مباده در مبادله لاقل زیان نمی کنی ولی در وضعیت کنونی هر که اونجا بشود رئیس جمهور جریان صدور سر نیروهای محرک از ایران برقرار میماند اگر اون راه ها رو باز کنه خب بیشتر میره این نیروهای محرکه در عمل شما فقیرتر میشوید گرچه احساس کنید که ها مثل که یک این تحریم ها رو برداشتن یک ذره فشار تحریم تورم کمتر شد و یه مقدار این مثل مسکنه واقعیت دو دو توجه کنید این چهل ساله که این دوره این رژیمه قبلش هم دوره رژیم پهلویه حساب کنید ببینید چقدر استعداد نفت ارز کنم درآمد نفت درآمد حاصل از فعالیت های دیگه شما مردم ایران منابع کانی شما چقدر رفته چقدر آمده اینه که اینه که باید تغییر بدی این را هم والا بلا تلا با این ساختار نمیتونی تغییر بدی آخه یه سال تجربه دو سال تجربه از قاجار تا امروز تجربه کافی نیست دو, دو, تا استثنا وجود داره دو تا یکی دوره مصدقیه که نفت ملی شد انگلیس ها قول خودشون محاصره اقتصادی کردن و تحریم کردن پس صادر نشد و چی شد نتیجهش چون انسان ایرانی منزلتی پیدا کرد دولتی پیدا کرد که سرمایه اجتماعی در ایران پدیدار شد سرمایه بین المللی ایران پیدا کرد به لحاظ اون نهضت ملی و باستابش در جهان به قول خود مصدق انواج نهضت ملی از شرق تا غرب دنیا رو فرا گرفت سرمایه فرهنگی پیدا کرد ایران به لحاظه که برای اولین بار اون ایرانیت ویژگی های ایرانیت ملاک شد استقلال و آزادی سیاست دولت شد نتیجه اینکه جامعه فعال شد صادرات بر واردات بیشی گرفت نفتم نبودا یه دفعه در دوره مرجع انقلاب ایرانه تولید نفت یعنی صادراتش آوردیم به یک میلیون دویست هزار بشکه در روز بهای نفت سی و دلار در بازار آزاد چل دلار در بازار بسلا ببخشید سی و دلار در بازار رسمی چل چهار دلار در بازار آزاد فروش میرفت ما اگر این گروگان گیرید تشریفش نیاورده بود در همون مدت 16 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایجاد کردیم ساختار اوجه رو تغییر دادیم ساختار نظام اعتبارات بانکی رو تغییر دادیم ساختار واردات رو تغییر دادیم برای اقتصاد ما... محتر... ساختار توضیح درامت ها رو تغییر دادیم اینها سبب شد که ما جا این مبانی اقتصاد تولید محور فراهم شد خیر الا لله باید استبداد بازسازی بشود اون اقتصاد مصرف بر رانت محور دوران پهلوی تجدید بشود شد حالا هی بشین و بگو این تقصیر انقلاب نه جونم. اون رژیمم بود همین آش بود و همین کاسه ساختار که عوض نشده که ساختار همون ساختار اقتصاد مصرف محور رانت محور دوران پهلوی است اینو باید عوض کنی اینم باید اینجای من رو شما عوض کنه بشود به خودمون یک تعریف جدید بدیم ما انسان حقوندیم یک حقوقی داریم ذاتی این حیات ماست بهش عمل کنیم میشیم انسان خلاق تولید کننده ما الان که دارم با شما حرف میزنم مردمی هستیم که خود را تعریف میکنیم مصرف کننده الان داریم سوال یک سوالی جواب میدهیم که مربوط میشه به مصرف سوال اینه که اگر اون رئیس جمهور امریکا تلام نشه این بایدن میشود مصرف من و شما چه میشود خب آقا این باید عوض, عوض کنی این که شد تولید محور اینجا که گفت من موجود خلاق مولد تولید کننده هستم اون وقت شروع میکنی به تغییر ساختارها میشه دارای اقتصاد تولید محور این که در دنیا کی میشود چه کاره کی نمیشود چه کاره اونا هستن که باید بشینن ببینن تو ایران وسط چهار راه دنیا این ملت در چه کاره چگونه چه روش میکنه چه نقشی در جهان براده میگیره این بحث امروز بسیار اهمیت داره برای اونایی که متوجه میشوند این ذهن و طرز فکر مصرف رو باید بکنن تولید و اونها به خودشون زحمت بدهند این بحث رو در جامعه بگسترانند تا این جامعه از فعل پذیری بیرون بیاد بشه یک جامعه فعال خلاق خود رو مسئول بشناسد به لحاظی که خود رو مستقل و آزاد تعریف کنه شاد و پیروز باش